رویای تو چیست؟ واقعا چه رویایی داری؟ آرزوی تو چیه؟ تو فکر میکنی خدا برای تو هیچ آرزو و رویایی نداره؟ خدایی که آفریننده است برای من و تو رویاهای عالی داره و نقشه های عالی امروز اون نقشت رو عملی کن امروز تصمیم بگیر که اون درون نقشت زندگی کنی اگر رویایی داری کلام خدا در حبقوق دو دو خیلی زیبا میگه میگه اون رو در یک صفحه بزرگ بنویس طوری که دونده وقتی میدوه اون رو بتونه بخونه اون رو طوری بنویس که هر کسی که از کنار تو رد میشه بتونه در تو اون رویا رو ببینه هر کسی که بغل تو رد میشه یا هر جوری با تو ارتباط داره ببینه که تو در اون رویا زندگی میکنی اگر میخوای رویات به حقیقت بپیونده، اون رو هر روز به حضور خدا بیار و بگو خداوندا من میخوام این رو و البته فراموش نکن رویای تو باید در اراده خدا باشه تا خداوند اون رو ساپورت کنه و حمایت کنه بعضی از رویاه ما در اراده خدا نیست خواستای شخصی منه محور اصلی من و من فقط هستم بد نیست خیلی عالیه ولی من ایمان دارم و معتقدم رویایی رو که در اراده خدا باشه و برای پیشرفت زندگی تو و اطرافیانت برای محبت کردن به دیگران باشه اون به حقیقت میپیونده و خداوند پشت اون ایستاده و تو رو بلند میکنه و برکت میده پس در رویات زندگی کن باز هم اون رو طوری بنویس تا هر کسی که رد میشه دونده بتونه اون رو بخونه اون رو مرور کن و تکرار کن